سلام همگی، من اشکانم و توی این سری قسمت ها قراره که بهتون گیت رو خیلی پرکتیکال و به دور از پیچیدگی ها و جزئیات زیادش آموزش بدم. قراره که اون کاری که شما به عنوان مهندس نرم افزار به صورت روتین بالای 90% مواقع توی کار روزانه‌تون نیاز دارین رو داخل این سری قسمت ها یاد بگیرین. تو این سری کورس قرار نیست به ابزار خاصی وابسته باشیم، قرار نیستش که کار عجیب غریبی بکنیم، صرفاً می‌خوایم اون چیزی که در طول روز نیاز داریم به عنوان سافتور انجینیر که از گیت اطلاع داشته باشین رو با همدیگه یاد بگیریم. اگر قسمت‌های قبلی این پلیلیست رو ندیدین حتما از اول شروع کنیم و به ترتیب دونه دونه اپیزودها رو ببینیم و بیاین جلو و در نهایت هم لایک و کامنت و سابسکرایب این کانال هم فراموش نشه. بریم سراغ ادامه این اپیزود. خب اول از اینکه اصلا این برنچ ها چی هستن، همینطوری که الان شما توی گیت کرکن هم بهتر میتونین ببینین، میبینین که این خط و در واقع این شعبه از مسیر کدهای منه که آنهاشون به صورت پشت هم دیگه داره ذخیره میشه و رهگیری میشه که توسط چه کسی و چه محتوایی رو تغییر دادم. به این میگن یک برانچ در واقع از کد من. الان کد من کلن یه برانچ داره با نام مستر که تغییرات منم توش مشخصه. حالا خیلی از موارد پیش میاد که تو کار تیمی یا حتی خود من الان یه کدی تا اینجا زدم و میخوام حالا یه تغییرات بزرگی رو توش اعمال کنم، اما مطمئن نیستم که این تغییرات بزرگ ممکنه درست کار کنه یا نه. نمیخوام به کد بیس اصلی من صدمه بزنم. من یه کد بیس اصلی دارم و داره کارشو انجام میده، همه چی هم درست و سر جاشه. حالا میخوام یه تغییر بزرگی توش انجام بدم و نمیخوام تغییراتمو روی خود پروژه تاثیرش رو ببینم. مثلا میگم من الان یه سری تیبل دارم رو صفحه و داره کار میکنه، حالا تیبل هامو میخوام ریسپانسیو کنم، اما احتمال میدم در حین ریسپانسیو سازی خود تیبل ها از بین برن یا خراب بشه یا دیگه نمایششون به هم بخوره، ولی نمیخوام که نسخه سالمم از بین ببرم. همیشه میخوام یه نسخه سالمی داشته باشم. اینجور موارد ما چیکار میکنیم؟ ما میام از برانچ ها استفاده میکنیم. کاربرد دیگه اش اینه که الان من دارم روی این پروژه کار میکنم، همزمان دوست من، همکار من هم قرار روی این پروژه کار بکنه، اما اگه الان اون هم با همین نسخه کار بکنه و کدای ما به هم میریزه، من تغییر میزنم اون میزنه و من نمیدونم اون چی میزنه، همینجوری کدام رو هم میاد و به هم ریخته میشه. میخوام اون یه نسخه کپی تا از اینجای پروژه رو داشته باشه، این تمام تا اینجا پروژه رو داشته باشه، اما نسخه خودش باشه و اون رو نسخه خودش کار کنه، من رو نسخه خودم کار کنم، در نهایت این دو نسخه رو با همدیگه اصطلاحا مرج کنم و به همدیگه بچسبونمش، تبدیلش کنم به یک نسخه. این فرآیند با استفاده از برانچ ها انجام میشه. شما میایین رو همین برانچ مستری که هستین، راست کلیک میکنین و میزنین create branch here. مثلا اسمشو میذارم sample branch enter. خب از همین نقطه اگه نگاه کنم الان روش بیام، الان دیگه روی برانچ sample branch هم تیک رو این خورده رو مستر دیگه نیستم. این تب چپ هم اگه من یک کلیک بکنم لوکال، به صورت لوکال نشون میده که من رو چه برانچی هستم. ریموت چیه؟ ریموت رو جلوتر توضیح میدم. ریموت در واقع همون جاییه که قرار این ریپوزیتوری ما به سرور مرکزی وصل شه، مثلا مثل گیت هاب، مثل گیت لب. گفتم شما الان همه این فرایند گیت شما، دیتابیس ریپوزیتوری گیت شما لوکال تو سیستم شماست. حالا اگه یکی دیگه بخواد به همین گیت شما وصل بشه، بعد روی پلتفرمی داشته باشینش، یا رو گیت هاب باشه یا رو گیت لب باشه، زمانی که شما این گیتتون رو پروژه لوکال گیتتون رو وصل کنین به یه پلتفرم مثل گیت هاب یا گیت لب، عملاً دارین ریموت میکنین، یعنی اینو به یه ریموتی هم اتصالش دادین که میگین یه لوکال من دارم یه ریموتی دارم، از لوکال میفرستین روی ریموت. حالا فعلا ما ریموت رو نداریم، ریموت رو در ادامه براتون توضیح میدم که به چه شکلی میتونیم انجام بدیم. اما لوکال یه مستر داریم، یه سامپل برانچ. دابل کلیک میکنم میرم رو مستر، روی این دابل کلیک میکنم میام رو برانچ. همینطور روی این دوتا هم میتونم دابل کلیک کنم و تغییر بدم. همینطور میتونم بیام رو وی اس کد و از این زیر کلیک کنم، نگاه کنیم برانچ هم شد سامپل برانچ. یه کلیک بکنم برانچ هامو میاره مستر سامپل برانچ. میتونی روشو انتخاب کنی و اصطلاحاً چک اوت کنید روی اون برانچ. این که من الان اومدم رو برانچ سامپل برانچ، عملاً چک اوت کردم. همین کلیکایی هم که ما داریم انجام میدیم کاملاً باز دستورات گیت داره که میتونیم با استفاده از دستورات گیت شما چک اوت انجام بدین. حالا من میام برای مثال یه سری فایل های جدید ایجاد میکنم. temp.txt myfile .txt مثلا توش یه hello می نویسم
تو تم به من بنویسم مثلا تم تکس با کنترل شیفت جی میام تو سورس کنترل مثلا یک کامیتی هم اینجا میزنم add new commit for مثلا test branch کنترل انتر. خب کامیت ها رو زدم، مثلا دوباره یه فایل جدیدم اضافه کنم new file.txt یه مثلا علیکی هم توش می‌نویسم. یه بار دیگه میام توی تب اینجا و کنترل انتر. خب دیدیم بچه ما الان یه سری فایل اضافه کردیم، مثلا من فرایند توسعه یه پروژه رو همینجوری علکی بردم جلو، یه سری فایل اضافه میشه، یه سری فایل کم میشه، تغییرات میدیم، فرق میکنه، تو متناسب با هر زبان برنامه‌نویسی هستیم، کاری نداریم باش. سری میومدم اینجا کامیتو میزدم، میومدم اون و دوباره ادامه کار، کامیت فلان. الان میخوایم بریم تو گیت کرکن ببینیم که چه کار انجام دادیم. نگاه کنین مستر من اینجا مونده، میبینید الان مستر خطش تا اینجاست، یعنی من اگه برگردم رو مستر چک اوت کنم این دوتا تغییرات من که کامیت شده دیگه توش نیست. این تغییرات من الان فقط داخل برانچ سامپل برانچه. الان برای مثال من اگر چک اوت کنم دوباره رو مستر و برگردم داخل پروژه، ببینید که اون فایلی که من اضافه کردم هیچ دیگه هیچ کدوم نیستن، روی اینا هم یه دونه خط کشیده، یعنی اینا فایل پروژه نیست. دیدین همه رو برد، چقدر سریع و جالب، کل جادوی گیت همین تیکه است. دیدین من الان دو تا نسخه، دو تا کپی از پروژه‌ام دارم با دو تا محتویات کاملا جدا. الان همینجا هم حتی من میتونم برانچم عوض کنم، میام رو سمپل برانچ که میذارم، به محضی که میذارم فایلام اومد و من میتونم این پروسه برانچینگ رو بی نهایت بار تکرار کنم. مثلا دوباره از سمپل برانچم یه برانچ دیگه بگیرم، اسم برانچم مثلا میذارم تست. الان چک اوت کردم تو تست، میام تو تست و این بار مثلا میگم تمپو حذفش میکنم، حذف که میکنم دوباره میام تو سورت کنترل دیلیت سامپل فایل و کامیت. نکنین الان من بیام توی گیت کرکن، دوباره این برانچ خودشه، این برانچ خودشه و این هم برانچ خودشه. الان اگر من چک اوت کنم توی سامپل برانچ فایلم برمیگرده، اگر برم توی مستر اونا باز پاک میشه. من الان سه تا نسخه مختلف دارم از یک پروژه با تغییرات متفاوت خودش که تو دیتابیس های خودش عملا اینا ذخیره شده. روش هم که بیار اینجا آورده تمپو دیلیتت کرده. این اون جذابیت گیته دیگه، شما نیاز ندارین هی کپی های مختلف از پروژهتون بگیرین، فقط کافیه با یک کلیک یه برانچ جدید بسازین و توی چکات کنید. مدیریت تمام این داستان ها با خود گیته، خودش داره تمام این داستان ها رو مدیریت میکنه داخل خودش، همه هم داخل همون پوشه دات گیت داره ذخیره میکنه. به معنی که من پوشه دات گیت رو پاک کنم تمام این داستانای من میترکه و هیچ کدوم دیگه از این هیستوری ها رو ندارم. حالا بچه ها اتفاقی که میفته، من به عنوان یک دیولپر دیگه روی سامپل برانچ هم دارم کار میکنم. مثلا من چک اوت میکنم روی سامپل برانچ هم داره کار میکنم، دو تا تغییرمو میذارم، اون فیچرهایی که میخوام و تغییرات میخوام تو پروژه اعمال میکنم. حالا میخوام تغییرات سامپل برانچ هم بیاد اعمال بشه رو برانچ مستر، برانچ اصلی دیگه میخوام مستر بشه اصلی و ادامه توسعه رو از مستر بدم. الان تغییرات من توی مستر نیست و فقط توی سامپل برانچه، حالا میخوام اینا بیان روی مستر بیاد. حرکتی که اینجا باید بزنم اینه که برانچ سامپل برانچ رو با مستر مرج کنم. به چه شکل؟ من میام روی سامپل برانچ چک اوت میکنم، روی مستر راست کلیک میکنم، گزینه مرج سامپل برانچ این تو مستر، یعنی میگه سامپل برانچ رو توی مستر عملا مرج کن. کلیک میکنم روش، اینو یکم باز میکنم، نگاه کنید اتفاقی که افتاد اینه که عملا برانچ سامپل برانچ من با مستر مرج شد. به چه شکل؟ از اینجا آمد رفت اینجا، این برانچ مستر بود، این سامپل برانچ بود، سامپل برانچ تغییراتش آمد رفت این تو. میبینین این گیت کرکن خیلی قشنگ این قضیه رو نشون میده، برانچ ها رو، این برانچ سامپل هم بود، این برانچ مستر هم بود،
آمدن اینجا تو یه نقطه به هم دیگه وصل شدن، یه کامیت جدید زد به اسم merge branch sample branch، تمام تغییرات منو که شامل هر چی که بود داخلش تو این دوتا کامیت رو یک جا کرد، کرد یک کامیت. مثلا اگه اینجا 100 تا کامیت هم بود، 100 تا کامیت تبدیل میشد به یک کامیت، تغییرات هم اینجا میومد و میشد merge branch sample branch into master. همطور هم که میبینین یه برنچ دیگه هم باز من از سمپل برنچ گرفتم به اسم تست، اونم باز اینجاست. قشنگ الان سه تا برنچ رو داریم موازی، اینجا زیبایی گیت کرکن میاد وسط دیگه، یه برنچ، دو برنچ، سه برنچ. برنچ دوم که این وسط مرج شد با مستر، الان اگه تو مستر چک اوت کنم عملا تمام تغییرات سمپل برنچ هم توش هست. ببینید الان تو مسترم اما تغییرات سمپل برنچ هم آمد. به همین راحتی من آمدم تغییراتم و یه فیچری که داده بودم توش کلی عملا کد زده بودم، فیچرم رو استفاده کرده بودم، تست زدم، تغییرات دادم، همه کارم که تموم شد تهش آمدم مرج کردم با مستر. همین کار رو من میتونم با تستم انجام بدم، یعنی تو تست چک اوت میکنم، حالا مثلا اینم یک نفر دیگه است، یه دیولپر دیگه است، یا حتی خودمم یه فیچر دیگه زدم، حالا میخوام این فیچر هم بیاد با مسترم مرج بشه. الان اگر نگاه کنید تو این فیچر من اومدم فایل تمپ رو پاک کردم، نگاه کنید فایل تمپ، اینجا فایل تمپ رو نداریم توی تست. من اگه بیام تو مستر اینجا یه چیزی به اسم تمپ اضافه میشه، ولی توی تست تمپ رو نداریم. حالا میخوام تست رو با مستر مرج کنم، یعنی توی مستر هم دیگه عملا فایل تمپ من پاک میشه. روی مستر چک اوت میکنم، روی تست راست کلیک، مرج تست اینتو مستر. بچه همیشه حواستون باشه که چی رو دارین تو چی مرج میکنین. تست رو میخوام توی مستر مرج کنم، اگه مستر رو توی تست مرج کنم باز داستان متفاوت میشه ها. من میخوام تست رو توی مستر مرج کنم، اگه مستر رو تو تست بخوام مرج کنم چه اتفاقی میفته؟ هر چی تغییری که تو مستر دارم میاد توی تست، اما من میخوام هر تغییری که تو تست دادم بیاد تو مستر. پس مستر چک اوت میکنم، راست کلیک رو این و مرج تست این تو مستر رو میزنم. اتفاقی افتاد، این برنچ هم آمد و روی مستر مرج شد با یک کامیت دیگه. ببینید قشنگ انشابات برنچ ها رو اینجا به قشنگی میتونیم ببینیم. این از اینجا یه برنچ گرفته شد به اسم سمپل برنچ، آمد اینجا مرج شد. از اینجا یه برنچ دیگه گرفته شد به اسم تست، آمد اینجا هم باز با مستر مرج شد. کل این فرآیند رو می‌بینید، ما الان سه تا برنچ داشتیم، کامیت هامون رو زدیم، در نهایت همشون مرج شد روی مستر. الان تو مستر شکایت کردیم، من اگه برم توی کد می‌بینم که فایل تمپ هم حذف شد. این تمام اون جذابیتیه که عملا گیت داره برام میاره و این قدرتیه که گیت داره به ما میده. به همین راحتی ما سه تا کپی مستقل داشتیم، کارامون رو انجام دادیم و الان سه تا کپیمون هم باز کردیم یک کپی با استفاده از عملیات مرج. تمام این عملیاتی که ما الان اینجا انجام دادیم، دوباره دارم میگم تاکید میکنم، کامند لاینیش هم هست، اما ما دیدیم که با یه سری راست کلیک و کلیک خیلی راحت و ویژوالایز تصویری به همین زیبایی داریم میبینیم. هیچ وقت تو کامند لاین شما به این قشنگی نمیتونیم ببینیم که چی با چی مرج شد، قشنگ میتونید متوجه بشین که چه تغییراتی داره رخ میده. اونجا به این قشنگی بهتون نشون نمیده، فقط یه سری مواقع خاص که نیاز داشتین میدونین و سرچ میکنید. این پس تا اینجا مبحث مرج کردن دوتا برانچ با هم دیگه. موضوع بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم بحث کانفلیکت، مغایرت. یک سری مواقع پیش میاد موقعی که شما دارین برانچ های مختلفتون رو با هم دیگه مرج میکنین و ادغام میکنید، باعث ایجاد کانفلیکت یا مغایرت میشه. چه موقع پیش میاد مغایرت؟ زمانی که دو تا برنچ در دو تا جای مختلف دارن روی یک فایل تغییرات اعمال میکنن و دو نفر تو دو تا شخص مختلف تو دو تا برنچ مختلف دارن یک فایل رو با هم دیگه تغییر میدن، اما ما میخوایم در نهایت اون دو تا برنچ رو با هم دیگه مرج کنیم، ادغام کنیم. زمانی که مرج صورت میگیره گیت از ما میپرسه، میگه که این فایل رو دو نفرتون تغییر دادین، تو دو تا برنچ تغییر داده شده، میخوای کدوم تغییراتو من نگه دارم؟ چون عملا مثلا اینجا اگه دیده باشین ما تغییراتمون مستقل بود، من یه سری فایل اضافه کردم، یه سری فایل حذف کردم، تو یه سری فایل دیگه چیزی نوشتم، حالا که مرج کردم همه تغییرات من رو هم نشست و هیچ کدوم با هم دیگه تداخل ایجاد نکرد. اما اگه برای مثال میگم من الان یه برنچ مستر دارم، یه برنچ دیگه اینجا برای سامپل من درست کنم، اسمشو مثلا بذارم responsive table،
یه فیچری دارم میزنم، میخوام تیبلمو ریسپانسیو کنم و یه برانچ مسترم که این زیر دارم. من میام تو برانچ ریسپانسیو تیبلم و توی فایل دو مثلا این انتهاش میزنم ریسپانسیو و سیو میکنم، میام داخل سورس کنترل با کنترل شیفت جی و دوباره زدن حرف جی و متنمو مینویسم make table responsive و control enter. حالا میام داخل git kraken توی master، البته بذاریم من توی برنج قبلی تغییر دیگه هم بدم که یه مقدار این هیستوریمون بیشتر شه، قشنگ تر بشه، دیده بشه. یه تغییر دیگه هم میدم، مثلا اینو یه دو هم اضافه میکنم. خب حالا میام توی برنج master و توی برنج مسترم هم مثلا اینجا دو خط اضافه میکنم، میزنم I made responsive to. توی این برنج هم من آمدم دارم یک کار رو همون فایل دو انجام میدم و میزنم new method responsive مثلا control enter. خب دوباره بیام توی گیت کرکن ببینیم تراتون به چه شکله. ما اینجا از برانچ مستر یه برانچ گرفتیم به اسم ریسپانسیو تیبل، همونطور که می‌بینید اینه، دوتاش هم اینجا داریم و برانچ مستر هم که یه تغییر داریم. حالا من اگر بخوام ریسپانسیو تیبل رو بیارم توی مستر مرج کنم، میام رو برانچی که مقصد هست چک آوت می‌کنم، رو برانچی که میخوام توی برانچ مقصد مرج بشه راست کلیک، مرج ریسپانسیو تیبل اینتو مستر. حالا که من این رو بزنم ببینید یه خطایی دار. There are merge conflicts that need to be resolved. میگه یه سری کانفلیکت های اتفاق افتاده که شما باید اونا رو ریزالف کنید، حل کنید. این بالا هم که خطا داده. A file conflict was found when attempting to merge into master. میگه شما خواستی merge کنید روی master، یه سری کانفلیکت ها پیدا شده. حالا بیا برو کانفلیکت ها تو حل کن، ریزالف کن. روی این پیام خطا کلیک میکنیم. میاد میگه conflicted files. چه فایلایی کانفلیکت داره، چه فایلایی ریزالف شده. من اگه از اونجایی که داشتیم فقط رو فایل دو کانفلیکت داشتیم دیگه، شما هم میتونستین تو فایلای مختلف کانفلیکت داشته باشین، اما من فقط مثلا یکیش اینجا داشتیم. مهم نیست، تستی رو یکیش میریم، تفاوتی نداره زیاد باشه، تمام فرآیندی که داریم میریم رو همه اون فایلای اعمال میکنیم. رو فایل دو کلیک میکنیم، اومده سمت چپ میگه روی مستر شما این دو تا خط رو داری، ولی توی برانچ ریسپانسیو تیبل این 4 تا خط تو داری. میخوای اینا رو نگه دارم یا اینا رو نگه دارم؟ چند تا حالت به ما میده. میگه تو خط به خط میتونی به من بگی اینجا آوتپوته. آوتپوت من فقط الان خط اولش نگه داشته، نیو فایل. نیو فایل، نیو فایل، نیو فایل بوده. حالا دو تا تغییرات اینجا، 4 تا تغییرات اینجا. میگه تو آوتپوت من چی نگه دارم برات؟ میتونم دقیقاً لاین پر لاین بگم چی رو از این نگه دار، چی رو از این نگه دار. یا همه اینو نگه دار یا همه اینو نگه دار یا جفتشو نگه دار. اگر من روی این تیک نزنم، این تیک این بالا عملا تیک آله و میگم تمام تغییرات این ور منو بیار تو آوتپوت، میبینید آورد پایین. میتونستم اینجا خط به خط همینا رو بیارم. اگر روی این بزنم میگم تمام این تغییراتو بیار بر من تو آوتپوت، یعنی عملا چیزی که نتیجه مرج من میشه توی برانچ مستر این تیک فایل من میشه، فایل دو. حالت بعدی اینه که بگم هم اینو میخوام نگه داری هم اینو میخوام نگه داری، یعنی اینم اوور تش اضافه کرد، یعنی هم تغییرات اینو نگه داشت هم تغییرات این. این وابسته است به این که شما به عنوان کسی که اونجا داره مرج رو انجام میده داخل گیت میخوای ببینی که کدوم تغییرات نیاز داری نگه داری. مثلا میگم دو نفر اومدن دو بار عملیات ریسپانسیو سازی رو انجام دادن، مثال روی فایل دو نفر تغییرات دادن، شما میای نگاه میکنی میگی که خب این کد بهتره، من این کد رو ترجیح میدم که توی پروژه بمونه، یا نه مثلا این تیکه از کد این دوه رو نمیخوام باشه، مثلا یا اینجا اینتر زیاد داره فقط ریسپانسیوش میخوام بمونه، اینم یه دونه اینتر اینجا زیاد داره فقط این میخوام بمونه، الان فقط ریسپانسیو و فقط از آی مید ریسپانسیو تو موند. الان من اومدم عملیات کانفلیکت ریزالوینگ انجام دادم، کانفلیکت بین دو تا فایلم بود رو حل کردم، گفتم اینو از این بگیر اینو از این، تمام. در نهایت روی سیو کلیک میکنم، میاد میگه که این فایلم استیج شد، الان همه چی آماده مرجه.
خودش هم کامیت مسیج هم برای من آماده نوشته، میزنم کامیت اند مرج، تموم شد. الان اون برانچ ریسپانسیو تیبل من با مستر من مرج شد. الان اگه نگاه کنم فایل دو فقط کلمه ریسپانسیو و آید میر ریسپانسیو تو آورده و بدون هیچ کانفلیکتی تغییرات دو تا برانچ رو من الان تو یه برانچ دارم. پس این شد مواردی که شما دارین تو دو تا برانچ مختلف روی یک فایل خاص کار میکنین به صورت مشترک یا خودتون اتفاق میفته. خیلی وقتا مثلا شما دارین دو تا فیچر مختلف حتا میزنید اما دو تا فیچر مختلف داره روی یک فایل تغییر اعمال میکنه. مثلا شما یک فایلی دارین که وظیفش نگه داشتن اون رفرنس پکیجی که دارین نصب میکنین، مثلا اگه تو جاوا اسکریپت پکیج جیسونه، سی اس پروش توی دات نت، یا هر چیزی که داره رفرنس پکیجی که اینستال کردی تو پروژه رو داره تو خودش نگه می‌داره. شما توی یه فیچر دو تا پکیج اینستال می‌کنی، توی یه فیچر دیگه، توی برانچ دیگه هم دو تا پکیج اینستال می‌کنی و دو تا عملاً لاگ میفته داخل اون فایل مشترک. زمانی که شما داری مرج انجام میدی روی اون فایلت کانفلیکت می‌خوری، به همین راحتی میای کانفلیکت رو ریزالو می‌کنی، میگه اینو از این می‌خوام، اینو از این می‌خوام، یا همه اینو می‌خوام با همه اون، یا فقط این یا فقط اون. هر کدوم از این حالت‌ها رو دیدین که شما می‌تونید اعمال کنید، اعمال می‌کنید، سیو می‌زنید، ریزالو و دان، تمام. خب عملیات مرجمون حتی با وجود کانفلیکت هم انجام شد. فقط یه نکته دیگه هم بگم اینجا به عنوان اصل پایانی این بخشمون، این که شما زمانی که می‌خوای چک‌آوت انجام بدی توی برانچ‌های مختلفت حتما باید فایلایی که اینجا داری کامیت شده باشه. خب تا اینجا کار برانچ رو یاد گرفتیم، مرج رو یاد گرفتیم، عملیات ریزالو کردن کانفلیکت هم یاد گرفتیم، کامیت رو زدیم، استیج هم یاد گرفتیم، تونستیم لاگ و هیستوری فایل رو هم ببینیم و در ادامه حالا می‌خوایم تمام این تغییراتی که ما دادیم رو بیایم داخل یک پلتفرم مثل گیت هاب یا گیت لب بفرستیم و روی اون سرور مرکزی هم تغییرات رو داشته باشیم، تا اگه کسی دیگه یا یه جای دیگه خواست کد ما دسترسی داشته باشه فقط از طریق همون آدرس گیت هاب یا گیت لبمون بتونه به پروژه ما دسترسی داشته باشیم. پس تو قسمت بعدی میریم سراغ این که چجوری این گیتی که ما به صورت لوکال داریم رو حالا اتصالش بدیم به یه پلتفرم گیتی مثل گیت هاب یا گیت لب.